صنعت هوایی و فضانوردی از جذابترین و غرورانگیزترین نیازهای بشری بوده و هست. بسیاری از سرمایه‌های فکری و مادی را به خود جذب کرده و همچنان پیشتاز عرصه فناوری و تکنولوژی پیشرفته است. هزینه سنگین سرمایه‌گذاری و طولانی بودن بازدهی در این صنعت و از طرفی انحصاری شدن آن، تعداد محدودی از کشورهای بزرگ را در این عرصه به رقابت انداخته است. کشور ما از سالهای پس از انقلاب در خصوص اوورهال انواع هواپیماهای نظامی و غیر نظامی و پهن پیکر و باریدهای مختلف و تولید قطعات موفقیت‌ها و تجربیات بزرگی را کسب نموده است. ما 10 سال پیش با بررسی‌های زیادی به عنوان یک تصمیم استراتژیک به اینجا رسیدیم و کارمون رو شروع کردیم. هواپیماهای دنیا رو هم مطالعه کردیم. حالا در بعضی شرایط به ما بعضی از تکنولوژی‌ها رو نمی‌دادن. شروعمون با این هواپیماست و فکر می‌کنم ما باید سریعاً به طرف یه صنایع جامع هواپیماسازی بریم اگر می‌خوایم کشورمون بنیه صنعتی واقعی داشته. مدیریت عالی کشور در سطح کلان و کارشناسان این صنعت پس از بررسی و مطالعات گوناگون و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی مدلی پیشرفته از هواپیمای مسافری آنتونوف را انتخاب کرد. برای ساخت این هواپیما گروه‌های مختلف دست به کار می‌شوند. طرح‌های گوناگون در رایانه مورد کنکاش قرار می‌گیرند تا الگویی مناسب از بدن بالها و سایر اجزای هواپیما به دست آید. سپس نقشه های فنی مستند شده و ماکت سازی می شود. پس از بررسی های لازم خط تولید این هواپیما در سازمان صنایع هوایی آغاز شد. همکنون این هواپیما با نام ایران 140 به تولید و بهره برداری رسیده است. های طراحی شده جهت ساخت و تولید به کارگاه قطعات تحویل می شود. ابتدا در کارگاه قطعات اجزای هواپیما ساخته و تولید می شود. پس از ساخت قطعات جهت اطلاع و حصول اطمینان از صحت آن تست های متنوعی صورت می گیرد. تست آنالیز مواد شیمیایی، تست متالورژی جهت بررسی سختی فلز به کار رفته در بدنی هواپیما و تست آیرودینامیکی برای سهولت در پرواز. حال قطعات مختلف به کارگاه مونتاژ می‌رسد. نقشه هایی که از قبل طراحی شده در دست متخصصین به مرحله ساخت نزدیک می شود. انتهای کابین هواپیما یا دوم است. این قسمت به روی قالب‌های نگهدارنده یا جیگو فیکسچر ثابت می‌شود. این قید و بندها هواپیما را در طول روند تولید در حالت اصلی و استاندارد خود نگه می‌دارد. تکه‌های دیگر هواپیما از قبیل بدنه و کابین هواپیما و خلبان به هم مونتاژ می‌شوند. We'll be right back.
آماده سازی داخلی هر قسمت توسط مونتاژکاران با دقت کامل انجام می شود. محل پرچ و اتصال اجزای هواپیما توسط چسب‌های مخصوص پوشانده می شود. این عمل استحکام و ایمنی بدنه را افزایش می دهد. از مراحل دیگر عایق بندی و سیم کشی و کف سازی داخل کابین است. آرام آرام هواپیما شکل اصلی خود را پیدا می کند و بال نیز به آن اضافه می شود. طبق نقشه های اصلی کنترل های نهایی انجام می شود. محل اتصال چرخ ها تست می شود. هواپیمای آماده شده به سالن رنگ می رود و رنگ آمیزی انجام می شود. پس از رنگ آمیزی موتور و سیستم هیدرولیک آزمایش می شود. تزریق هوا انجام می شود تا هواپیما بتواند در شرایط مختلف جوی هر گونه فشاری را تحمل کند. در مراحل پایانی ملخ روی موتور هواپیما نصب می شود. بازرسین فنی در حال ارزیابی هواپیما هستند. داخل کابین هواپیما نیز به نحو مطلوب و استاندارد تزیین می شود. کابین خلبان به پنل ها و سیستم های کنترلی مجهز شده است. یکی از مأموریت‌های استراتژیک سازمان صنایع هوایی کشورمان انجام تعمیرات اساسی ناوگان بزرگ هوایی است. در این میان تهیه و تأمین قطعات مورد نیاز در صنعت هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این قطعات و تجهیزات در اختیار چند کشور بزرگ دنیا بوده و کشور ما را سالیانی است که در شرایط تحریم قرار دادند. با نگرشی جامع به مجموعه سرمایه‌های کشور همچون نیروی انسانی ماهر و متخصص در صنعت هوایی، وجود ماشین آلات و ابزار آلات متنوع و شناخت عمیق مزیت‌ها و فرصت‌های این صنعت سبب شد که مرکز ساخت قطعات و موتورهای توربینی در ساختار سازمان صنایع هوایی در سال 1376 تأسیس گردد.